در سراسر تاریخ مللی که با بحران روبرو شده اند کوشیده اند تا با احراز مجدد هویت غالبا تخیلی از بوته گدازان آزمون ها بگذرند. در همه موارد یک پرسش مطرح بوده است: کی هستیم؟ امروزه با شکست اسلام سیاسی و هویت کاذب آن، این پرسش برای غالب ملل مسلمان مطرح می شود. در کشورهای عرب زبان، شکست پان اسلامیسم همراه با شکست پان عربیسم برای نخستین بار راه را برای شکل دادن به هویت‌های ملی گشوده است. در مصر، پرجمعیت‌ترین کشور عرب زبان، هویت جاودانه مصری جای شعارهای مربوط به رهبری مصر در جهان عرب یا اسلام فاتح در سراسر جهان را گرفته است. این مصرگرای جدید هر روز در برنامه‌های تلویزیونی، مقالات روزنامه‌ها، کتاب‌های پژوهشی یا ادبی، دوره‌های دانشگاهی و البته تصنیف‌های عام‌پسند تبلیغ می‌شود. این چرخش به سوی مصرگرایی به دو دلیل شایسته توجه ویژه است. نخست، از این رو که مصر زادگاه پان عربیسم و پان اسلامیسم مدرن بود. اندیشه پان عربیسم در سده 19 هم نخست از سوی سرهنگ عربی پاشا به عنوان سپری در برابر نفوذ تسلط‌جویانه غرب مطرح شد. این اندیشه در نوشته‌های عبدالرحمن الکواکبی به ویژه کتاب ام الغرا شکل سازمان یافته اش را عوض کرد. در کنفرانس پان عرب که در پاریس در سال 1913 میلادی تشکیل شد، روشنفکران مصری گرداننده اصلی بودند. در آن کنفرانس هویت واحد اعراب به صورت آمیزه‌ای از اسلام و زبان عربی توصیف شد و طرح الکواکبی برای احیای خلافت اسلامی عرب زبان مورد تایید قرار گرفت. یک دهه پس از آن مصر شاهد ظهور اخوان المسلمین بود که با کمک بریتانیا برای مبارزه با جنبش‌های چپگرا و گروه‌های پان عرب در صحنه قرار گرفت. اخوان المسلمین در مبارزه با افکار ملی‌گرایانه خواستار اتحاد همه ملل مسلمان زیر یک پرچم بودند، پرچم امت اسلامی. دلیل دوم برای اهمیت چرخش مصر به سوی ملی‌گرایی نفوذی است که مصر همواره در صحنه سیاسی فرهنگی ملل عرب زبان داشته است. در 1916 میلادی اکثریت رهبران پان عربیسم که از سوی ترک‌های جوان اعدام شدند اهل مصر بودند. 30 سال پس از آن اعدام‌ها، پرسش ما کی هستیم را میشل افلق، روشنفکر مسیحی سوری، در کتاب در مسیر بازسازی مطرح کرد. از دید افلق، اعراب میبایستی با کنار گذاشتن میراث اسلامی، البته بی آنکه خواستار نابودی آن باشند، بر عواملی تکیه کنند که وحدت آنان را ممکن می‌سازد: زبان، فرهنگ مشترک و تاریخ مشترک. افلق به همراهی چند روشنفکر سوری دیگر از جمله سات الحسری و صلاح بیتار با تشکیل حزب بعث عربی، جریان ملی‌گرایی فارغ از اسلام را در صحنه سیاسی جهان عرب شکل داد. اما از آغاز میشد دید سه عامل وحدت که او ذکر کرده بود بیش از آن که واقعیت داشته باشند در عالم خیال شکل گرفتند. نخستین عامل یعنی وحدت زبان تا حدی قابل قبول بود، اما حتی در آن زمان میشد دید که شاخه‌های گوناگون عربی مانند شاخه‌های گوناگون هر زبان دیگر بازگو کننده تفاوت‌های مهم هویتی نیز هست. آنچه افلق فرهنگ مشترک می‌خواند نیز بیشتر جنبه خیالی داشت، زیرا فرهنگ ملل به اصطلاح عرب از موریتانی گرفته تا عمان اساساً منعکس کننده هویت‌های محلی آنان بود. سخن از تاریخ مشترک نیز بیشتر خیال بافی بود تا جامعه شناسی. عرب که زیر حکومت‌های گوناگون از هخامنشیان و رومیان و امپراتوری بیزانس و مملوکان و عثمانی و قدرت‌های استعماری غربی زیسته بودند، گفتمان‌های تاریخی گوناگون داشتند، گفتمان‌هایی که در آن عربیت غالباً در موضع انفعالی قرار داشت. امروزه در عراق که همراه با سوریه هم پان عربیسم بعثی را تجربه کرده است و هم رنج خلافت اسلامی را تحمل کرده، گرایش کلی به سوی عراقی بودن یا عروقه است. علی‌رغم تسلط احزاب طائفی در صحنه سیاسی، جریان اصلی فرهنگی در عراق در مسیر عروقه قرار دارد. پژوهش در تاریخ عراق پیش از اسلام، یادآوری تمدن‌های کهن مانند سومر، اکاد، آشور، بابل و حتی اوبر اسطوره‌ای جای مهمی در کوشش هویت‌سازی عراقی به دست آورده است. در لبنان این گفته که اسلام لبنان را که بهشت بود تبدیل به جهنم کرد به صورت یک ضرب المثل در آمده است. در لبنان مانند عراق بازگشت به هویت ملی لیبانیته به عنوان تنها راه نجات از بحران سیاسی، اقتصادی، اخلاقی کنونی مطرح است. بسیاری از لبنانیان به یاد می‌آورند که لبنان هزاران سال پیش از ظهور اسلام و عربیت در حوزه مدیترانه حضور داشت.
تمدن فنیقی در آن حوزه یکی از بازیگران اصلی بود. یکی از بحث‌های جاری در مبارزات انتخاباتی ماه آینده در لبنان، بازگشت به خیش و شکستن بن‌بست‌های تاریخی است که پان عربیسم و اسلامگرایی به وجود آورده‌اند. جستجوی هویت واقعی و بازگشت به خیش به شبه جزیره عرب نیز رسیده است. در عربستان سعودی اکنون از تاریخ 2000 ساله سخن میگویند و حتی تمدن‌های سومر و دیلمون در بحرین کنونی را جزو ریشه‌های هویتی خیش ارزی می‌کنند. از همه شگفتی آورتر بازنویسی زندگی محمد عبدالوهاب به عنوان یک پناهنده مذهبی است، با این تأکید که دولت سعودی دست کم یک قرن پیش از او شکل گرفته بود. همکنون عربستان سعودی شاهد گسترده‌ترین برنامه‌های باستان‌شناسی و پژوهشی آکادمیک در دوران پیش از اسلام است. نسل‌های جدید هم در عربستان و هم در دیگر کشورهای عرب زبان منطقه تشنه بازشناسی دورانی هستند که تبلیغات اسلامی به عنوان جاهلیت محکوم کرده است. در تازه‌ترین پژوهش‌ها در این زمینه می‌توان دید که شبه جزیره عرب پیش از اسلام یک مرکز مهم بازرگانی، هنر، ادبیات، تنوع دینی و حتی معماری بود. بعضی پژوهشگران حتی ادعا می‌کنند که اسلام در نقش ویرانگر تمدن و فرهنگ در شبه جزیره ظاهر شد و دستاوردهای چندین نسل را از بین برد. کوشش برای یافتن یا شکل دادن به یک هویت غیر اسلامی را در ترکیه نیز میتوان دید. تبلیغات دولتی اکنون ترکیه را به عنوان وارث تمدن هیتاتله معرفی میکند. بعضی نویسندگان ترک حتی میکوشند تا نقش تمدن یونان را در آسیای صغیر به رسمیت بشناسند و ترکیه امروز را به عنوان شریک در هویت هلنی معرفی کنند. در این چرخش مسیر هویت ترکی مغولی که از سوی پان ترکیست ها مانند انور پاشا و گرگ های خاکستری مطرح می شد نیز مورد تردید قرار گرفته است. در آمارگیری عمومی اخیر اکثریت اهالی ترکیه هویت های غیر از ترک برای خود ذکر کرده بودند. البته بحران هویتی ترکیه ریشه تاریخی دارد و با سقوط امپراتوری عثمانی شدت گرفت. آتاتورک کوشید تا ترکیه را در هیئت یک ملت اروپایی از نو تعریف کند. این کوشش زیر فشار جنبش‌های چپ و احزاب اسلامگرا از رفاه نجم الدین اربکان گرفته تا آق پارتی رجب طیب اردوغان فرو ریخت و زیر آوار کوشش‌های عبث برای عضویت در اتحادیه اروپا دفن شد. بدین سان کوشش کنونی با هدف شکل دادن به هویتی تازه است، هویتی فراتر از پان ترکیسم، پان اسلامیسم و پان اروپاییسم. فرار از هویت اسلامی اکنون در پاکستان نیز هواداران بسیار دارد. توسعه بی سابقه کاوش‌های باستانی و پژوهش‌های آکادمیک در تاریخ سرزمینی پنجاب، بلوچستان و سرحد در مسیر بازگشت به خیش تصویری و شکل دادن به یک هویت فراگیر پاکستانی از حمایت ارتش و دولت پاکستان برخوردار است. در پاکستان اما جستجوی هویت با یک مشکل بزرگ روبرو است. عدم آمادگی اکثریت پاکستانیان برای شناختن ریشه‌های هندی تمدن و فرهنگ خودشان. بدین سان پژوهشگران پاکستانی میکوشند تا در این حال که هویت ملی خود را فراتر از اسلام شکل میدهند، علت وجودی کشور را که دوری از هند و هندویسم است زیر سوال نبرند. کوشش برای بازیابی هویت در میان فلسطینیان نیز جایی پیدا کرده است. امروز سخن گفتن از فلسطین به عنوان بخشی از جهان عرب شنوندگان زیادی را جلب نمیکند. پان اسلامیسم نیز در قالب تسلط حماس بر نوار غزه، تسلطی همراه با فساد، ترور و اختناق چندان جذاب نیست. در دو سال گذشته شاهد انتشار نخستین پژوهش‌ها درباره ریشه‌های فرهنگ و هویت فلسطینی از دوران باستان تا امپراتوری روم و امپراتوری عثمانی بوده ایم، هویتی که در آن عربیت و اسلامیت جایی ندارد. هنوز زود است که حدس بزنیم این کوشش برای بازیافت هویت یا حتی ابداع هویتی نو به کجا خواهد انجامید و عواقب سیاسی و فرهنگی آن چه خواهد بود. اما این نکته مسلم است که شعارهای ام عربی واحده، ذات رساله خالده و من المحیط الاطلسی الى الخلیج الفارسی میشل افلق و جمال عبدالناصر طبل‌های توخالی اند. از سوی دیگر امیدهای حسن البنا، بنیانگذار برادران مسلمان در مصر، و علی شریعتی، تئوریسین پان اسلامیسم شیعه، برای احیای خلافت اسلامی با تسلط یا بی تسلط عقاب پیغمبر اسلام تبدیل به یأس شده است. رهایی از زنجیرهای مسلکی گذشته برای غالب ملل اسلامی ضرورتی حیاتی به نظر می رسد. با این حال جستجوی هویت در گذشته خیالی یا حتی واقعی ممکن است به نادیده گرفتن واقعیت اینجا و اکنون منجر شود. برای ساختن آینده می توان از ثروت‌های گذشته کمک گرفت، اما جان دادن به استخوان‌های پوسیده از معجزات الهی است. گذشته گرایی یادآور این آیات قرآن است: الحاکم التکاثر حتی ذره مقابر. امیر طاهری.